برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. محمد رضا راشد محصل، نویسنده، پژوهشگر و استاد زبان فارسی در 87 سالگی از دنیا رفت. او امروز صبح چهارشنبه 19 مهر ماه در اثر عوارض ناشی از کهولت سن از دنیا رفت. محمد رضا راشد محصل در خرداد ماه سال 1315 هجری شمسی در خانواده روحانی در روستای افضل‌آباد ماژان از توابع خسف بیرجند متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در بیرجند در 1333 به خدمت فرهنگ درآمد و پس از طی دوره‌های عالی تحصیلی در سال 1353 مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی گرفت. رسانه‌های محلی میانمار گزارش دادند که حداقل 32 نفر از جمله 13 کودک در حمله پهپادی مشکوک ارتش میانمار به اردوگاه پناهجویان در لایزا، یک شهر کوهستانی دورافتاده در ایالت کاچین، کشته شدند. به گزارش برمن نیوز، نیروهای شورای نظامی به سمت اردوگاه لایزا که گفته می شود مقر شبه نظامیان مسلح ارتش استقلال کاچین نیز در آن قرار دارد، شلیک کردند. این خبرگزاری گزارش داد که در جریان تیراندازی شب گذشته با سلاح‌های سنگین حداقل 32 نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. جنگنده‌های F-16 عراق چند پناهگاه سنی‌های تندروی داعش در کرکوک در شمال عراق را منهدم کردند. در همین راستا خبرگزاری رسمی عراق و گزارش داد بر اساس اطلاعات دقیق، نیروی هوایی عراق به واسطه جنگنده‌های F-16 حملات سختی را به پناهگاه‌های داعش در وادی شای در کرکوک انجام داد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عراق به رصد تحرکات تروریست ها و مجازات عادلانه آنها ادامه می دهند. پژوهش جدیدی که به سرپرستی دانشگاه مانش انجام شده نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض نور هنگام شب می تواند خطر افسردگی را تا 30% بالا ببرد. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض نور هنگام روز این خطر را کاهش می دهد. یافته های این پژوهش یک راه ساده، مؤثر و غیر دارویی را برای بهبود سلامت روان ارائه می دهد. ساعت درونی یا ریتم شبانه روزی بدن ما چرخه های هوشیاری و خواب آلودگی را با واکنش نسبت به تغییرات نور محیط تنظیم می کند، اگرچه موارد دیگری مانند ورزش، فعالیت های اجتماعی و دما نیز می توانند بر ریتم شبانه روزی تأثیر بگذارند، اما نور همچنان قوی ترین تأثیر را دارد.